از بخیر همینان گرامی، هنگامه افشار در برنامه رود از رو. امروز سه‌شنبه ششم از ماه دسامبر 2011 میلادی و مقارن هستیم با سالگرد 14 سال جهانی شدن تلویزیون پارس، تلویزیونی که 14 سال به طور مستمر 24 ساعته از طریق اخبار مختلف هنری، اجتماعی، سیاسی، دیدگاه‌های مختلف در سراسر جهان پخش شده و بی اغراق بگم تا اونجایی که من اطلاع دارم از طریق بینندگان برنامه‌های خودمون یکی از شبکه‌هایی است که جا باز کرده در داخل ایران، هرچند که رقیب‌های تفریحی برای این شبکه زیاد هستند، اما آنچه که راجب سیاست بخوان بدونند شبکه پارس یکی از شبکه‌هایی است که نگاه می‌کنند و چون بر روی هاتبرد است و یک ساله در نقطه قرار گرفته که غیر قابل پارازیت زدن هست، خیلی ها این تلویزیونشون رو در واقع بر روی این شبکه زوم کردن. خب تلویزیون پارس هم حالا امسال دوبار شده، به دلایلی نمیدونم، مشکلات زیاد بوده، وضع اقتصاد قدری افت کرده، ولی کن سالی یک بار سالگرد میگیره، یاداوری میکنه برای دوستدارانی که دوست دارن تلویزیون رو که کمک کنن، همیاری کنن، همدردی کنن، پشتیبانی کنن آنگونه که میتونن. باز به تجربه برای خودم ثابت شده اونهایی که احساس وظیفه میکنن و اونهایی که دوست دارن و ارزش کار رو میدونن، بدون این که بهشون گفته بشه خودشون نزدیک میشن، به همیاری میکنن و کم نیستن ایرانیای عزیزی که در اروپا و امریکا و نقاط دیگر دنیا این همیاری میکنن. اما خب یک دورانیست برای بازنگری و توجه دادن. فکر میکنم که کسی هم که بیننده هست هیچ دلیلی نداشته باشه که از این برنامه ها ناراضی باشه و نخواد که کمک خودشو برسونه. به هر حال من فان ریزر نیستم، ولی همینقدر وظیفه خودم میدونم که از این شبکه که برنامه های ما هم پخش میشه، به ویژه برای آسیب‌های اجتماعی در ارتباط با آسیب‌های اجتماعی در داخل ایران، حداقل اون کمک جزئی که دوست دارن دوستداران هر برنامه‌ای در این تلویزیون به تلویزیون پارس انجام بدن. و الان دختر خانم‌ها، نازنین، میدونم ماریای عزیز، فرشته عزیز، اتاق فرمان چند نفره کار می‌کنن، خود آقای شجره ساعت اضافی می‌ذاره کمک کنن. اما یه موضوع رو من نفهمیدم هنوز، قبل از برنامه با آقای شجره مطرح کردم، گفتم جریان 14 سال چیه؟ تلویزیون شما من یادم از 20 سال پیش وجود داشت تو آمریکا، از اولین تلویزیون ها بود و فهمیدم که بله از سال 1987، در واقع 24 سال پیش این تلویزیون دایر شده، منتها در سطح آمریکا بوده، در بر روی کیبل امریکایی بوده. خب هر شبکه خبری کوچیک بد بزرگ میشه، وسعت میگیره، هر بنیاد و هر مرکز و هر تشکیلات کوچیکن و به نظر من باید ظهور و تولد سالگردش رو از اون موقع بگو، ولی بنده اگر خب تا فکر میکنم که منم یه 14 سال است که رشد پیدا کردم، پس سنمو بذارم 14 ساله. حالا نمیدونم، ما شنیده بودیم بعضی از آدم ها سنش میکم میکنن، نمیدونستیم تلویزیون پارس هم سن تلویزیون خودش کم کرده و از 24 سال رسونده به 14 سال. باری اجازه بدید یک خبر جالب، یک مژده رو به ایرانیان داخل ایران بدم که این خبر امروز منتشر شده. در واقع ما مقارن هستیم با روز جهانی حقوق بشر، حقوق ضد بشر در ایران. شبکه اینترنت یعنی سفارتخونه امریکا در ایران، سفارتخونه مجازی، امروز دایر شد.
و این خبری بسیار شگفت انگیز برای ایرانی ها. دو آدرس داره، من سعی کردم اتاق فرمان آدرسش رو پیدا کنن، ولی کن این آدرس به زودی به دست شما از طریق همه شبکه ها، خودم هم در سایت رو در رو خواهم گذاشت. خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا بسیار بر روی این مسئله پافشاری میکرد، چون از زمان که آقای خمینی اومد 1979 یا 1357 سفارت خونه امریکا که 444 روز 52 امریکایی به گروگان کشته شدن بسته شد عملا و سفارت خونه نداشته، از طریق سفارت خونه سوئیس یا سفارت خونه های دیگر ایرانی با ایرانی ها در تماس هستن اگر ایرانی بخواد تقاضای ویزا به امریکا بکنه. جالبم هست که دولت انگلیس کتک میخوره، توهین میشه، بیرون انداخته میشه، اما سفارتخونهشو نمیبنده. در هیچ کجا از دنیا سفارتخونهشو نبسته، نه در ویتنام موقع جنگ، نه در هیچ کجای دنیا. با زور این CNN که همه جا خبرنگار داره، این سفارت انگلیس هم سفارتخونهشو نمیبنده که نمیخنده، چون همیشه آماده جاسوسی است، اصلا معروفه به جاسوسی. هرگز انگلیس طوری نبوده به انسانها خدمت میکنن. ولیکن امریکا 30 سالی که سفارتخونه نداشته، در واقع بیشتر از 32 سال. حالا این مژده امروز اینکه راه اندازی سفارتخانه مجازی امریکا در ایران در تهران در واقع سه‌شنبه 6 دسامبر امروز به دو زبان انگلیسی و فارسی شروع به کار کرد، هم اکنون شروع به کار کرده. خودم هم رفتم روی اینترنت، آدرسشو نتونستم هنوز پیدا کنم، ولی مطمئنم که خبرش در بی بی سی منتشر شده و مطمئنم که میشه این آدرس رو پیدا کرد و تا چند روز آینده در دسترس همه ایرانی های داخل ایران قرار میگیره. و دنباله خبر این که این وبسایت داره، وبسایت حاوی اطلاعات مختلف درباره نحوه تقاضای روادی سفر به ایالات متحده تحصیل در دانشگاه این کشور است. البته ظاهر قضیه پل بین مردم ایران و امریکا این مهمتره. این خانم هیلری کلینتون نیستا، و بعد این خانم اسمش نام یادم رفت، مدتی برای معاون رئیس جمهوری چند سال پیش رفتن، خانم کلینتون گفته از اونجایی که ایالات متحده و ایران فاقد روابط سیاسی هستند و سفارتخونه هاشون در کشورهای مختلف هست، از طریق سفارتخونه های مختلف ارتباط برقرار میکنن، گفتن که خیلی مهمه که ما برای گفتگو با مردم ایران، نه با جمهوری اسلامی، با مردم داخل ایران، شهروندان ایرانی، این موقعیت رو از دست دادیم. 30 ساله میخوایم موقعیت رو اجرا به وجود بیاریم. اضافه کرده که این سفارتخونه مجازی یا اینترنتی امریکا در ایران جایگاهی برای ماست و با یکدیگر به طرز آزادانه بدون ترس درباره ایالات متحده، سیاست‌های آن، فرهنگ و مردم امریکا ارتباط برقرار کنیم. و حتی گفتن آمادگی کامل هم دارن که از این سایت در داخل ایران حفاظت کنن، که این سایت مورد حملات جمهوری اسلامی، حملات سایبری جمهوری اسلامی قرار نگیره، و مطمئن هستن که مخارج سنگینی متحمل شدن. حالا این روزها خیلی از ایران، این آدرسش اگر درست بکنید ببینید، خیلی ها از ایران، دوستان من اگر بتونید persianiran.com نمیتونم از اینجا ببینم usembassy.gov gov یعنی government gov دو تا داره، یکی دیگرش هم هست، حالا www اون پایینیه رو بیارین، اون یکیش کدومه، تهران نقطه us u، حالا اس امبسی رو بعد یه ای اضافه میذاشه نذاشته، usembassy.gov government. این آدرس یادداشت کنید، بروید در اونجا. خیلی از دوستانی که از ایران
این روزها زنگ میزنن، مدت هاست اطلاعاتی دارن، دنبال سفارتخونه امریکا، نمیخوان به پاکستان برن، نمیخوان به افغانستان برن، شماره ندارن. این سفارتخونه است دیگه. نامه بنویسید، تقاضایی دارید، اطلاعاتی دارید و مطمئن باشید که این سفارتخونه رو چون دست خود امریکاست فکر حفاظتیش رو کردن و از این طریق این موج سبز، اگر این سفارتخونه دو سال پیش بود، امریکا خیلی بهتر میتونست از آنچه در داخل ایرانه مطلع بشه، چون معمولا اینا به توییتر میرفت و به بالاترین میرفت و به شبکه‌های خبری میرفت، اما عملا دیگه از امروز سفارتخونه مجازی تشکیل شده و هر کسی از داخل خونه‌اش یا کافینت میتونه با سفارتخونه امریکا در تماس باشه. اطلاعات بیشتری بهتون میدیم. این یک راهی است برای شنیدن صدای آزادی خواهی ملت ایران. امیدواریم، البته این ظاهر قضیه است، ما باید رو این قضیه تکیه بکنیم، تأکید بکنیم، ولی این کشورهای خارجی اگر آزادی کشور ما رو میخواستن، وقتی که بوره های از تاریخ بود که در کشور آزادی بود، هرگز مخالفین آزادی رو حمایت نمیکردن. اما خب کار به جایی رسیده که دیدن همونها وبال گردنشون شدن. این ملت‌ها هستن که باید به صدا در بیایند، خود ما. خب این از سفارتخونه امریکا در ایران که تشکیل شد، باز شد، گشوده شد در سطح اینترنت. دو گفته از دو مرد بزرگ، یکی زنده یاد دکتر محمد مصدق، دو دیگر زنده یاد مهاتما گاندی. این دو گفته در واقع مشابه هم هستند و عکس آن چیزی است که امروز بر سر ما ایرانی ها آمده. دکتر محمد مصدق گفته درد من حصار برکه نیست. من نمیدونم این سروده خود دکتر مصدقه با خطی بر روی، اگر نوشته که خب معلومه استعداد شعرم داره. یک تصویری هم هست از دکتر محمد مصدق و تصویری از گاندی. درد من حصار برکه نیست، درد من زیستن با ماهیان است که فکر دریا به ذهنشان خطور نکرده است. به نظر میاد که این شعر فروغ فرخزاد باشه. و مهاتما گاندی گفته درد من تنهایی نیست، بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت می کند. گدایی را قناعت در واقع تعبیر می کند، بی ارزگی را صبر و با تبسمی بر لب حماقت را حکمت خدا می داند. خب این حماقت که حکمت خدا هست، بدجوری باریده چون رگبار و تگرگ بر سر ملت ایران، به ویژه در چند دهه اخیر. و ما امروز میبینیم که چطوره که از صدر مشروطه به این سو ما آزادی خواهانی رو داشتیم که دنیا رو تکان دادن با ذهنیت خودش، منطقه رو تکان دادن. از صدر مشروطه به اونور هم آزادی خواهان متفکرانی داشتیم که در تاریخ هستن، قبل از اسلام، بعد از اسلام، جهانی شدن، نامشون در علم، در معرفت، در ادبیات، در عرفان، چگونه هست در ریاضی، طب، چگونه هست که به این روز بدبختی دچار شدیم و همه همین عکس این پیر دیر تاریخ این گونه. اون روز این عکس وقتی گرفته شد شرح حال امروز مردمان ماست که چرا ما به این روز دوچار شدیم. در روز آزادی، در واقع روز جهانی حقوق بشر، همه جا از حقوق انسان ها، از حقوق حیوانات، از حقوق درختان، گیاهان، از حقوق هر جنبنده، از حقوق هر چهار دیواری، حقوق آزادی پوشش، حقوق آزادی بیان صحبت میشه، مگر در ایران که هر روز از ناحقوقی
یک تصویری هست از حمله به سفارت انگلیس، آنچه خیلی گفته شده در این مورد. اما آنچه در این ارتباط جالب قابل توجهه، شخصی است که دو تکه پاراجور در واقع، یکی در جیب یکی در دست، آماده پرتاب، و پلیس اونجا ایستاده حفاظت میکنه که مبادا کسی بر این پرتاب کنندگان سنگ آزار برسونه. شما ببینید نقش پلیس رو در ایران، حفاظت از جان مردم یا حفاظت از جان آنهایی که بر علیه جان مردم هر روز راهی کوچه و خیابان میشن، درب خانه ها رو میکوبن، به دختران تجاوز میکنن و صورت آنها اسید میپاشن، اونها رو با توهین و تهمت میکشن به ماشین، میکشن در ماشین پلیس. ببینید پلیس داره میخنده. و این عکس یکی از شنیترین عکس های ننگاورترین عکس های تاریخی است که نشون میده دنیای متمدن رو، ساختمانی که در دوران تمدن ساخته شده، انسانهایی که لباس متمدنانه پوشیدن و پلیسی که لباس حفاظت مردم رو پوشیده. 1, 2, 3, 4, 5, 6 پلیس در این زاویه عکس و اون همون گوشه 7 پلیس. ببینید در زاویه دست های این و این در جیب. چگونه است این کشور چگونه میخواد از جان مردم حفاظت کنه؟ آیا این مردم نباید مسلح بشن؟ جز نمک و فلفل در نمکدانهاشون هیچ چیزی در دستشون نیست، خلع سلاح کامل. باز با این خلع سلاح کامل بودن، شهامتشون بیشتر از ماست. به خیابان ها میان اعتراض میکنن، میرن تو زندان ها رو پر میکنن، زندان های مخفی آشکار، مورد توهین قرار میگیرن اما دست بر نمیدارن، از کار برکنار میشن اما دست بر نمیدارن. اون چیزی که مهم هست برای این قبیله آدمخواران و پولخواران، شریعت اسلام و نگه داشتن نجابت زن از طریق چیز؟ حجاب او، جدا کردن آنها در اتوبوس. یک فیلم میخوام خدمتتون نشون بدم از این بانوان ایرانی که به هر شکل شده تمام مشاغل رو در هر زمینه اشغال کردن، و خانم اتوبوسرانی که هدایت میکنه اتوبوس رو. و نگاه کنید خودتون به این فیلم جالب، بعد براتون توضیح دارم. جالب از این که زنها همچنان در صحنه هستن، ننگاور این که این دو موجود که مکمل هم هستن باید از هم جدا شن تا جامعه دچار انحطاط و اختشاش نشه، و این انحطاط و اختشاش فقط در دست سنگ بر دست های جاهل خود رژیم جمهوری اسلامی باشه که به ظاهر به نام دانشجو آبروی دانشجو مقدس ایرانی رو میخوان برباد بدن. لطف بفرمایید وارتن گرامی. مسافرین محترم، در صورت حضور راننده خانم، قسمت جلوی اتوبوس مخصوص خانم ها و قسمت عقب اتوبوس متعلق به آقایان می باشد. با تشکر.
آقا بفرمایید شما در برقب نداشتید. حاج خانم برو از اون طرف برو سوار شد. عقب آقایین کلو خانم شما آقا لطف کنین در برقب سوار شد. آقا متشکرم. اونایی که میشناسن دیگه میدونن، چون بغلارم با وجودی که نوشتم ولی خب بازم با این حال اشتباه میکنن میان بالا چون عادت شده درمشون. اما خانوم هارم موقعی که آوردم جلو یه تحول خاصی ایجاد شده تو خانوم هارم، لذت میبرن از این که بعد از این همه سال جلو میشن. عجیبه در ما نهیده بودیم آقایون تعدادشون بیشتره. آخه ما صبح ها که آقایون میخوام با اوتون کنن تعدادشون بیشتره، ولی اینجوری خانم پیدا نمیشه در برای صبح کنن. 25-6 سال قضیه اینجوری بود، الان قضیه برای شده نبود. عجیبه، من درم قاسم واردشم تعجب کردم، اشتباه سوار شده. داشتم منم کار میکردم دوش به دوش شوهرم. چی شد که نکردم؟ چی شد که نکردم؟ فکر میکنی تو جامعه در واقع تبعیض جنسیتی تا این حد بین مردم ریشه دونده، چه اتفاقی باید باشه که یه زن اجازه پیدا کنه رانندگی اتوبوس باشه؟ بتونن برن تو استادیوم فوتبال، هم که خانوما بتونن راننده اتوبوس بشن، مشکلات زنا حل نمیشه. هیچ وقت دلتون خواسته که یه مرد باشین؟ زیاد درستی زمان بچگی بود، توی خانواده فوق‌العاده متعصبی هم بزرگ شده، شاید علتش این باشه. و به همین دلیل تعصب هم بود که خیلی زود ازدواج کرد. دقیقا. من از 27 تا 12 سالش میشم، 6 ماه. ما هر دومون مربی آموزشگاه بودیم. توی سال 67 خیلی سخت بود، اون روزای اولی که ما تو آموزشگاه کار کردیم خیلی اذیتمون کردن، ولی بعد دیگه جا افتاد، برای مردم جا افتاد. اتوبوس هم دقیقا همین میشه، سختی ها رو ما میکشیم، برای خانم های دیگه راحت میشه. چه طرز رانندگی بفهم؟ آخه نمیدونی چه جور اومده نصف ماشین نزدیکت ببره؟ چرا چرت و پرت میگه؟ چرت و پرت هیکلت میگه؟ یعنی چی؟ آخه مزخرف هیکلت میگه که شعور نداری. من دارم بهت میگم اشتباه میره، بگو اشتباه میره. غلط میکنی بگی. تو غلط میکنی آشغال. بی شعور نفس. آقا چندین بار اجازه مزاحمت میکنه برام. یه بارم من شکایت کردم به حراست، ولی متاسفانه هیچ اهمیتی نداره. امروز جلوش من وای نستم، فردا یه خانم دیگه هم بیاد تو ایشو بدتر از این بکنه. مجبورم یک نستم من جاده خاکون باشه جلوی اینا وای. امروز تحقیل که دیگه شده یه چک برای که دیگه شده متاسفانه فرهنگ غلط دونه یه دیجو فکر کنن که زنها نمیتونن هیچ کاری کنن، از اون که هیچ کاری بر نمیان، و اگر هم اومدن توی کاری میتونن همه رقمه از یه خوشیم برن، ولی نمیتونن با من در بیان و من جبشون نیست.
اومدم کمک مامان. رانندگی دوست دارم ولی لب عنوان شو. چرا؟ از نظر من کار مزخرفی کنم تو این ترافیک تهران، فکر نمی کنم کار خوب باشه. اگه قرار باشه به مامانت یه شغل پیشنهاد بدی و شغلش رو انتخاب کنی، چی پیشنهاد می‌کنی؟ خانه داری. چون من نظر من زن خانه داری باشه. دوست داری چی کاری باشه؟ من در نظرم قاضیه. ولی شما اگه حکم اعدام واسه این بدی واسه اون بدی، فوقش حرفه، یه امضاه. استرسش اینجا بیشتر نیست. گفتم فقط درس بخون. هر کاری باشه میکنم. یعنی اگه ناتوانم بشم، نتونم کار کنم، شده کلفتی هم بکنم، این کارو میکنم. فقط تو کار کن به یه جایی، درست تو بخون. چند سال پیش در سن دیگو که زندگی میکردم یه کلوب ورزشی بود فقط مخصوص زنان. خب من در اونجا ثبت نام کردم، دوست داشتم یه مدت. خب الان به کلوب میدم که مردانه. این انتخاب هست در اینجا، باشگاه‌هایی که زنانه و مردانه است و بعضی از زنها دوست دارن بگروند به اون باشگاه. ولی هدف جمهوری اسلامی از این که تاکسی های زنانه و مردانه به وجود آورده، بخش اتو در اتوبوس ها زنانه و مردانه، استخرای زالا زنانه و مردانه، باشگاه های ورزشی زنانه و مردانه، میخواد دانشگاه ها رو زنانه و مردانه کنه، این وحشتش از ادغام ذهنیت زن و مرده. میدونه که زن و مرد وقتی در کنار هم باشن رشد میکنن، در کنار هم نباشن در فسادهای قوطه میخورن که دیگه نه ذهنشون به سیاست میره نه اعتراضهای اجتماعی، در واقع خمار میشن مردمان. هدف جمهوری اسلامی اینه. به ظاهر میگه میخواییم فساد زدایی کنیم، اما آیا فساد در 30 سال اخیر در زیر همین حجاب اجباری، یا یه واژه هست که بهش من حجاب زشتی که اینا به وجود آوردن بیشتر نشده؟ یک گزارش دردناکم براتون دارم. این که ضمن یادتونه این مدت این بچه های کوچولو خیابون می اومدن خودجوش، مجبور بودن آدامس بفروشن، بلیت بفروشن، شیشه پاک کنن، پولو میگرفتن میبردن به پدر مادرهای معتادشون میدادن یا برای خانواده. حالا اینا هر کدوم یه قلدر، یه باند مافیایی میفرسته اینها رو به خیابون، پول جمع میکنن، آخر شب اینها رو جمع میکنن با کتک یا با میل خودشون پولها رو میگرن، یه درصدی میدن. این روسی گردی هم که یک شغل رایجی شده در دوران جمهوری اسلامی، شهر نور رو بستن بخوان در واقع امنیت و حفاظت و نظم در جا بازی کنن، اما همه جای ایران شد شهر نو، از شمال تا جنوب، از جنوب از شرق تا غرب. و بعد دختران که نیست دارن برای امرار معاش یا برای تجمل بهتر، حالا به هر جهت تن خودشه باید بهش احترام گذاشت، آن خودشه، خاکش رو نمیفروشه، به مال دیگری ضربه نمیزنه، به خودش ضربه میزنه. اما این رو هم مافیای جمهوری اسلامی اخیراً آمده و در انحصار خودش درآورده. دیگه این روزها کمتر کنار خیابان کلان شهرهایی همچون تهران، اصفهان میبینیم
که زنها ایستاده باشن منتظر ماشن، نه اینکه نبینیم، اما نسبت به گذشته کمتر شده که زنها میستن و ماشینها نگاه میدارن، چانه میزنن. من نمیدونم این ماشینها هم وقتی رد میشن اینا دنبال کار زندگی نمیرن. ترافیک به این سنگینی تهران، کسی دنبال کار باشه یک دقیقه براش مهمه، ولی صحنه‌ای که نشون میده هر خانی میده خیابون هست ماشین جلوش ترمز میکنه و این بیکاری جامعه رو نشون میده. گاز مصرف کردن اضافی نشون میده، میگه که این زنها پس کجا رفتن؟ و میگه آیا جامعه اصلاح شده؟ پاسخ منفی است. این روزها باید از تیم خانه های تیمی فساد نام برد که تشکیل شدن و مردانی به عنوان رابطه در گوش و کنار شهر مشتریان هرزگی باید برای دسترسی به زنان خیابانی با اینها وارد مذاکره شن. اینا بیشترش موتور سوار هستن که از جلوی زنها رد میشن، در شهر اتراق میکنن و به گوش خانم ها میخونن و اینها رو میبرن در خیابان مثلا تخت تابوز، بیشتر اتراق میکنن که اعتماد رو جلب بکنن. و بعد یک کسی میگه که آدرس رو به من دادن در خیاب میدان رسالت، یه خانه بود قدیمی، وقتی رفتم یه مرد 35 ساله، البته این نصف نوشته من در پرنت قطع شده ولی یادمه چون میخوندم قبلش، گفته که از طرف شاهین آمده این، از طرف شاهین آقا آمده این. و اون به ما گفت وارد چین نزدیک به 18 زن و دختر با آرایش‌های نامناسب نشسته بودن، بعضی هاشون سیگار میکشیدن، بعضی هاشون مشروبات الکلی مینوشیدن، بعضی آدامس میجویدن. دو مرد دیگر در اتاق بغل آشپزخانه سرپای ایستاده بودن. مردی که کنار ما بود گفت که هر کدومو میخواین انتخاب کنی از 30 تومن تا 100 تومن. این زنهای خیابانی بودن که جمع کردن این باندهای مافیایی. ظاهرا دولت خبر نداره، سه جا سه نفر جمع بشن میبینید که تمام لشکر جمهوری اسلامی ارتش ریخته اونجا برای اینکه اینها رو ببره بگه دارین راجع به سیاست صحبت میکنین، اما از این اماکن فساد خبر نداره، چون اینها وابستگان خودشان. نه اینکه پول اینها بره تو جیب خامنه ای، نه، خامنه ای باید یک عده چاقوکش و قاچاقچی و آدم ناباب و در جامعه نگه داره، چون اگه یک سیستم درست با قانون اساسی بیاد، قانون اساسی منظم، کار کاسبی همه کساد میشه، نه تنها جمهوری اسلامی، نه تنها سیاسیون، بلکه قاچاقچیان، دوزها و این کانونهای فساد هم دارن باج میدن دیگه به بخش اعظمی از جامعه که بتونن بیزینس بکنن. اراذل سردسته تیمای فساد هستن این اماک افراد و اینها زنها رو، زنهای خیابونی زیر بال پر خودشون میگیرن. حالا با این زنها صحبت کردن، گفتن آیا با میل خودتون از خیابون جمع شدید به خانه های فساد پیوستید؟ در واقع فاحش خانه های محلی دیگه، حالا صیغه خانه ها به جای خود یه مدتی بود خانه های عفاف، اما این بدحجابی کارش رو به بد اخلاقی کشونده. کاش خوش حجابی بیاد که همون آزاد بودن حجابه و آزاد رفتار کردن و آزاد در دست 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 هم گذاشتن، هم دیگر بغل کردن، رقصیدن، در کنار هم نشستن تا این فسادها زدوده بشه، اما به نفع جمهوری اسلامی نیست. و بعضی از این زنها گفتن به نفع مونه. چرا؟ چون گاهی مشتری های ما ماها رو میبرن، با همون نرخی رو تعیین میکنن، بعد از صد جو، بعد از صد جو جسمانی ما رو کتک میزنن و پول نمیدن. و چقدر بیمعرفت هم این مردانی که یک زن بیچاره که آخرین حرمت و وجود خودش رو در طبق اخلاص گذاشته برای چند دلار، اینها با اون رفع شهوت میکنن و کتکش میدنن و پولش رو نمیدن. واقعا این مردها باید، نمیخوام کلمه خوشونت آمیز رو بگم، اینها هم که باید قفل بشن، اینها هم که باید فسادهای جامعه هستن. و بعد عده دیگر گفتن نه، ما رو در خیابانی موتورسوارها میان به عنوان مشتری، وقتی میریم ما رو کتک مفصلی میزنن، میگن یا با ما با خانه فساد همکاری میکنید، ما یک درصدی به شما میگیم،
یا اینکه میکشیم شما رو. یعنی شما ببینید حتی این هم مونوپولی شده، یعنی یک زن حتی آزادانه نه تنها نمیتونه حرف بزنه، روزنامه نگار حرف میزنه در زندان میندازن تجاوز میکنن کتکش میزنن، آزادی خواه حرف میزنه تجاوز میکنن کتکش میزنن. بلکه زنی هم که دیگه به نقطه آخر زندگی رسیده و جسم خودش رو به معرض فروش گذاشته، اون رو هم میزنن و پولش رو میگیرن. رای بدین به این جمهوری اسلامی. مرتضی میرافتابی یک نوشته بسیار زیبایی داره که من باید بگیرم در این برنامه بخونم، که کشتیم شما رو میکشیم، تجاوز میکنیم، به ما رای بدهید به خاطر اینکه نان از روی سفره هاتون برداشتیم، به خاطر اینکه بچه هاتون رو زیر جوخه اعدام بردیم، به خاطر اینکه این کردیم آن کردیم، رای به من بدهید، به ما رای بدهید. بسیار نوشته زیبایی است و من حتما در یکی از برنامه‌ها نوشته آقای دکتر مرتضی میرافتابی رو خواهم خوند. خب برگردیم به موضوع تلویزیون پارس و 14 سالگیش. اینکه خود من 4 ساله در این تلویزیونم، از این 14 سال 4 سالش بودم، هفته دو برنامه داشتم به استثنای چند نوبت که تکراری بوده. ما اگر بگیم سال 52 هفته است، میشه سالی چند هفته، میشه سالی چند برنامه، 104 برنامه بگیم. حالا 4 بر، البته بیشتر از 4 سال بگیم، بگیم 4 برنامه‌ش هم بازپخش بوده هر سال، حداقل خود من 400 برنامه در تلویزیون پارس اجرا کردم و کل این برنامه‌ها پیرامون آسیب‌های اجتماعی در ایران بوده، پیرامون زنان ایران بوده، مصیبت وارده بر اونها، حرف‌های آنها، کوشش‌های آنها، بچه‌های ایران، آنچه اینها بر سر ایران میارن. یعنی شما فکر کنین در کل این 4 سال که من با تلویزیون پارس بودم و در این 400 برنامه، تا اونجایی که اخبار به دستم رسیده و مدت برنامه اجازه داده، سعی کردیم اطلاع رسانی کنیم. خوشبختانه این تلویزیونم وسعت صداش خیلی وسیعه، یعنی الان نه تنها نمیگیم همه نگاه میکنن، اما همه دست، یعنی 74 میلیون مردم ایران با یک، اگر بخوان با یک ریموت کنترل دسترسی دارن. جمعیت افغانستان میلیون ها دسترسی دارن، همزبان ها رو میگیم. در تاجیکستان میلیون ها دسترسی دارن، در شمال عراق. یعنی این موضوع زنان ایران، موضوع زنان تاجیکستان هست، موضوع زنان شمال عراق هست، موضوع زنان افغان هست و خب همه از طریق این شبکه هست. یعنی یک کتاب حتی نمیتونه امروز سرعت و تأثیر تلویزیون رو داشته باشه، برای اینکه حداقل اون کسانی که فکر میکنن تأثیر داره، که حتما داره، نباید فکر میکنم اینجا دیگه چوب زده شه یا با تهدید یا با گریه و زاری یا با خواهش و تمنا از بینندگان این تلویزیون خواسته بشه که کمک بکنن. حالا من فقط در حیطه برنامه رو در رو گفتم و در ضمن این 400، بیش از 400 برنامه که در این 4 سال برای تلویزیون پارس تهیه و اجرا کردم، همه رایگان بوده. یعنی من به طور رایگان در خدمت تلویزیون پارس بودم، چون کار رو دوست دارم. دو سفر هم کردم به نیویورک وقتی که سازمان ملل تجمعش بود، بلیت هواپیما، بلیت هتل، همه چی از جیب خودم بود. حتی فیلم بردار یه بار با انتخاب خودم رفت بدون اینکه هزینه‌ای برای پارس داشته باشه. حتی گاه پول فیلم بردار رو در نیویورک دادم در سفر اولم. خب لباس هایی که به هر حال اینجا من نمیتونم چادر سرم کنم و یه مقنعی مثل چیزهای جمهوری اسلامی بیام بشینم و باید طوری باشه که مردم دلپسند باشه اگر برنامه رو میبینن و مسائل دیگر. خود من به عنوان یک نفر از
این میلیون ها ایرانی در این 4 سال به طور افتخاری در خدمت تلویزیون پارس و اونهایی که میخوان خبردار بشن از داخل ایران بودم. از این کمک هایی هم که به تلویزیون پارس میشه دیناری نه بنده سود میبرم نه فکر نمیدونم، من از دیگران اطلاعی ندارم، از دیگران صحبتی نمی کنم، اما برای اینکه یک گوشزدی شده باشه همه باید به نوعی اهدا کنیم، همه باید به نوعی پشتیبانی کنیم تا این کشتی به سرمنزل برسه که داره میرسه، خوشبختانه داره میرسه، اتفاقا لحظه بحرانیشه، الان موقع انجامشه، چون در حال انفجاره و اون موقع است که موقع حساسه که اگر این انفجار رخ بداده بشه، اگر خوب کنترل نشه این جمعیت، هدایت نشه این جنبش، ممکنه همه چیز پاشیده بشه و به هدر بره. پس استدعا دارم هموطنان عزیز این تقاضای تلویزیون رو که بر با مناسبت 14 سالگرد خودش میخواد که کمک بکنید، تا اونجایی که میتونید از دستتون برمیاد کمک کنید، نه کسی رو ثروتمند میکنه نگه داشتن اون پول، نه کسی رو فقیر میکنه دادن اون، اما حفاظت میکنه، اطمینان میده که این تلویزیون در این روزهای خطیر بر روی هاتبرد جایی که بهترین جاش هست بمونه. خب به من گفتن چند دقیقه وقت داری؟ خدمتون میخوام بگم که فکر نکنید این جدایی زن و مرد، این که زن باید از مرد جدا، این فقط خاص ایران و خاص اسلامه. هر جا که ذهنیت مذهبی بود، گفتم که در اسرائیل هم این گروه شاسها پدر در آوردن، اگر دولت اسرائیل اجازه بده که کشور دموکراتیک شبیه ایران میشه، اینها هم اسید میپاشن به صورت زنها، اینها و فاسدترین آدمها همین روحانیون هستن در هر لباسی. و بعد جالبه که در یونان که مرکز تولده، در واقع مرکز انتقال فلسفه است به دنیا، جایی که ارسطو و سقراط و دموکریتوس و ده ها فیلسوف دیگه روش کردن، یک جزیره وجود داره که به هیچ وجه عبور زن، ورود زن آزاد نیست. ببینید جایی که تحجر در همه جا هست، حتی در یونان که میگن مام آزادی اروپا، این جزیره بدون زن، زن ممنوع حضورش، واجه ایست که مردم این جزیره به آن اعتقاد دارند. از سال، یعنی در واقع از قرن نیمه دوم قرن 1160 این تصویب شده، این جزیره وجود داشته که هیچ زنی حق ورود به این جزیره رو ندارد. از قرن 11 ما الان قرن 21 هستیم، تمام این تحولات افتادی، ولی این تجر در اونجا هست و حتی برخی از حیوانات ماده مجاز بودن در منطقه نیستن، همچنین ورود هر گونه عکس زنان به جزیره مجاز نیست، حتی عکس زنان به این جزیره در یونان نمیتونه بده. اسم جزیره هست آتوس، عکسای فرستادم برات عزیزم، رسیده. به غیر از اتباع یونان، برای بازدید کنندگان خارجی هم مجاز است، اما به 20 مرد در یک روز محدود است و باید حداقل 18 سال سن داشته باشند. بازدید کنندگان چک می شوند که سگ، گربه و توتی هیچ جانور ماده همراه نداشته باشند. سگ و گربه ها و جانورهای بازدید کننده ها را در جزیره آتوس در یونان چک میکنن که ماده نباشه، فقط نر باشه، جزیره نرها. حالا اونجا نرها چی کار میکنن با هم من نمیدونم، و حداقل هم باید 18 سال سن داشته باشن. و خدمتون بگم، میگه پلیس هم در بسیاری از تقاطعهای این جزیره حضور دارد و وظیفه دارد که جلوی افراد و موجودات زن را بگیرن، و قبل از اینکه هر کسی وارد شه، حتی اگر لباس مردونه تنش باشه، لختش میکنن، وارسیش میکنن که زن نباشه. خدای مردا، در اینجا چه چیزی شدی وجود هست که بوی زن، عطر زن، جنس زن، صدای زن نباید بپیچه؟ این دیگه کرد عدای روزگاست در سرزمین یونان، سرزمین آزادی.
سومعه آتوس به طور انحصاری فقط خدای یونان مورد پرستش قرار میگیرد. افراد برای نماز و عبادت به این مکان میآیند، کمتر از الله مدینه نیست والله. در کتابخانه الله مدینه فکر کنم مقابل اینها یه خورده آزاده تره. در کتابخانه سومعه تعداد زیادی کتاب و کتیبه‌های خطی و نادر از قرون مختلف وجود دارد. هر گونه آلات موسیقی، سیگار، بازی، آواز خواندن، رادیو، تلویزیون، تلگراف و روزنامه غیر مجاز است و تر تمام جزیره فقط یک خودرو وجود دارد. راهبان آتوس اکثرا بعد از به دنیا آمدن به اینجا فرستاده می شود، به طوری که در عمر خود هیچ زنی را ندیدن و حاضرن و قطع رابطه با جهان متمدن در این جزیره با وسعت 150 مایل لمربع باشد. حیف این وجب وجب خاک این با. با هم زندگی می کنند این مردان و به هیچ زنی نیاز ندارند این مردها. در کمال آرامش زندگی می کنند این مردها. این مردها چه می کنند در اونجا؟ من یکی به عنوان یک زن بسیار انتخاب شدم که به عنوان خبرنگار بروم در این جزیره یا سومعه آتوس. آتوس در یونان این جزیره. وقت ما تمام شد نازنین. این تجور عقیده و ذهن، هر جا که اسم مذهب، هر جا که اسم کالت در امریکا هم هستن، کالت های مختلف که اینها همشون هم مسیحی هستن ولی روشها شاخه های مختلف دارن. زنها رو میگیرن، زنها باید پوشش داشته باشن، موهاشو کوتاه نکنن، با پسرها قبل از ازدواج رابطه نداشته باشن، چه بسا که همشون زن یا آقا هستن در اونجا، یعنی حلاله برای اون آقا. از بچه های کوچک این فساد اخلاقی رو هنوز بشریت باهاش در حال جنگ و ستیزه. در حال هموطنان عزیز، بسیار خوشحالیم از این که این سفارت اینترنتی یا مجازی امریکا در ایران دایر شد به دو زبان انگلیسی و فارسی. هموطنان خیلی اطلاعات میتونن برسونن از این طریق و ارتباط داخل ایران با امریکا نزدیکتر خواهد شد، بهتر و سریعتر خواهد شد. فراموش نفرمایید تلویزیون و پارس رو رها نکنید. 14 سالگیش جهانیش، در واقع 24 سالگیش، حالا دختر بالغ 14 سالش برها جهانیه. و اگر نباشی خب این صداها هم ممکن به یک محفظه خیلی کوچکتری شنیده بشه، نه در این محبته آزاد و وسیع جهانی. بسیار سپاس. مطمئنم اونهایی که در توانشون هست و اونهایی که حس میکنن که این تلویزیون مخارجش چه سنگینه و گردوندنش و تک تک این بچه ها زندگیشون بسته است به این تلویزیون چقدر مهم و ضروری، استعداد دارم همیاری خودتون تلویزیون پارس انجام بدید. به آقای شجر هم تبریک میگیم که با این همه انسانهای جور و ناجور طول این سالیان بالا و پایین رفتن، خلاصه سخت با جامعه ایرانی سر کردن. روزهایشان به 8 بامداد، 3 شنبه 4 بعد از ظهر در همراه واسان گرامی کارگردان فنی با شما به سوز میدیم. خدای طبیعت نگهدارش.